بیکاری را میتوان بزرگترین چالشی نامید که یک حکومت ممکن است با آن مواجه شود و البته ظاهراً حکومت افغانستان در این چالش غرق است. مردم از بیکاری شکایت میکنند و بیتوجهی دولت به این موضوع آنان را بیشتر آزار میدهد. امنیت کمتره در افغانستان. اگر امنیت باشه پس کارم زیاده. هر کس میتونه سرمایه گذاری کنه. سرمایه گذاری باعث از این میشه که جوانان ما بیشتر در کارهای مختلف مصروف کار بشن. اگر امنیت باشه در ولایت های ما میبینیم که امروزه کارمند نداریم. چرا نداریم؟ چون امنیت نیست. اگر امنیت باشه اونا هم در بسای میتونن در دیگه ولایت هم مصروف کار بشن، در ولسوالی ها مصروف کار بشن. فعالان جامعه مدنی نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی میکنن. غلام فاروق راسب فعال مدنی در هرات سیر سعودی آمار بیکاری در کشور را تعصب بار عنوان می کند. به گفته آقای راسب، همزمان با فروپاشی حکومت طالبان پیکره اقتصاد افغانستان هم دچار صدمه شد و به ویژه بیکاری در سطح کشور دامنگیر جوانان شده است. یکی از مشکلات اساسی که بعد از سقوط یا پایان یافتن حکومت طالبا یا نظام طالبا بحث فقر و بیکاری در جامعه بوده که اکثریت جوانان چی پسر چی دختر زمینی کار برای از اینا فراهم نشده. ما امروز تعداد کثیری از جوانها را داریم که اینا به سطح عالی دانش یعنی تحصیلات عالی را فرا گرفتن، متاسفانه امروز در جامعه بیکارن و حکومت نتونسته زمینی کار برای از اینا فراهم بسازه. گفته های این فعال مدنی را میتوان در صحبت های فاروق امینی هم دید. فیصدی زیادی از جوانان ما امروز در جامعه بیکارند، خصوصا در ولایت هرات. حکومت کدام برنامه کدام پروگرام خاصی برای کاریابی برای جوانان ندارند. در این بین هم صحبت های مسئولان اداره کار در هرات نیز شنیدنی است. آنها نبود امنیت و ناتوانی در اجرای پروژه های حکومتی که به کارآفرینی منجر می شود را دلیل اصلی بیکاری جوانان عنوان کردند. به گفته عبدالقیوم افغان رئیس اداره کار و امور اجتماعی در هرات، بررسی های انجام شده در سطح ولایت هرات نشان می دهد که بین 130 تا 150 هزار نفر در هرات به دنبال کار هستند. سالانه بیشتر از 150 هزار نفر در ممکن زون غرب و گفته میشه حدود 4.5 لک نفر در سطح کشور وارد بازار کار میشه. ما جوانترین نیروی به اصطلاح نفوذ در سطح منطقه داریم. جوانایی که تحصیل هم میکنن متاسفانه تحصیلات از اونا در رشته هایی هست که در بازار کمتر مثلا متقاضی داره. اکثریت کوشش میکنن که خب در بخش طب، انجینری و غیره به طور مثال چی داشته باشن، تلاش میکنن که وظیفه داشته باشن و تحصیلات خود پیش ببرن. حالا که ما ده‌ها رشته دیگه در بازار داریم که نیاز به کارگر ماهر داره، نیاز به تحصیلات مرتبط با همون رشته داره. اما این گفته ها توسط احمدضیا رحمتی که از جوانان هرات نقض می شود. آقای رحمتی تاکید کرده که جوانان بسیاری در هرات تحصیل کردن و ظرفیت کاری بالایی دارند. تعداد خیلی کثیری از جوانان ما که امروز از دانشکده مختلف فارغ شدن ما میبینیم که بیکارن و اگر وظیفه هم دارن متاسفانه خلاف رشته کار میکنن. قطعا که مسئله توانایی در جوانان نیست، چون جوانان قطعا که توانایی و استعدادهای منصر به فرد خود دارن، چون درس خوندن تحصیل کردن، ولی متاسفانه زمینه کاری مساعد نیه که از طرف حکومت، طبعا که از طرف حکومت زمینه کاری مساعد نیه که جوانان کار کنن و زمینه اشتغال زایی مساعد بسازن به جوانان. و متاسفانه تعداد کثیری از جوانان میفهمن که قشر بسیار مهم جامعه تشکیل میده، امروز مجبور میشن که کشور ترک بکنن. اما به راستی ریشه بیکاری در افغانستان چگونه خشکانده میشود؟ حکومت جدید افغانستان چه برنامه‌ای برای کارآفرینی و نجات جوانان از بیکاری و به دنبال آن خروج از کشور برای آینده‌ای بهتر رونمایی خواهد کرد؟ اینها سوالاتی هستند که خود را در تار و پود زمان پنهان کردند.